I mean, how much? I mean, our friendship is not valuable that much? No. No? Okay. Unfortunately, no. You're so honest, though. Yeah, of course. No way. Hey, what make you feel new or just your hands and butt? Yeah. You know, it's unboxing, okay? You, then. Yeah, you can take, you can do it whatever you want. And it does automatically. You don't. You? Yeah, you don't need to do it anything. You do. Yeah. You do not do anything. Thank you. By the way. I just hold it. Yeah. Okay. But I'm doing it in Persian, so sorry. No, it's okay. Yeah. Did it start? Yeah, it's a start. It's shooting, right? Yeah. Okay. Then you'll just crop the video, crop the crap out of. Yeah, it's okay. Yeah. Wow, it looks so great in the background. Okay, yeah, start. Okay. دوستان اصلا چیزی نمیخوام بگم. یک دقیقه فقط به افتخار این دستگاه سکوت میکنیم و میریم که آنباکسش بکنیم. سکوت از الان شروع شد. So the next thing that I want to do is unboxing this. Yeah. So just turn off this auto track. Mm-hmm. And then press it twice. Mm-hmm. Now, the only thing that you want to do, that you should do is, you know, follow the steps. Yeah. And sometimes when I'm, you know, describing this stuff, mm-hmm. just follow my face. All right. Should I start? Yeah, start it. It's already starting, yeah. Yeah. It's already playing, all right. Yep. دستگاه VR، دستگاه در واقع این برند خیلی معروف مثل مال پلی‌استیشن نیست، مال سونی نیست، ولی یکی از برندهای خوبیه که من توی پرایس رانر و تراست پایلت حالا هر دوتا چک کردم از بعد کیفیت و از بعد قیمت و همه چیز و به این نتیجه رسیدم که این رو بخرم و امتحانش بکنم. دستگاهی به اسم اوکولوس مدل کوست 2 یا کوست 2 و که باش بتونیم هم گیم بازی کنیم و همین که فیلم های سبودی یا در واقع وی آر رو باهاش در واقع ببینین و لذت ببرید. از صدای بکگراند هم خیلی عذرخواهی میکنم. You can take a background that we have a guest here. من شروع میکنم با آنباکسینگ. خب از اینجا شروع میکنیم. خب دوتا دسته از گرفتنش شکلی که الان در ادامه خواهیم دید. یعنی بذارمشون کنار. تیکه بعدی خود دستگاه VRه شکلی. حالا این هم بعدا دوباره میذارم سرم رو امتحان میکنیم. هولدر عینک مثلا واسه کسی که عینکه مثل من شکلی. کنارهای اینه، کنارهای در واقع لاستیکی واسه هایجین و بهداشت. میریم قضیه بعدی ببینیم این چیه توش. شارژر یا کابل USB-C با شارژرش یا آداپتورش این شکلی. میریم ادامه داستان. So just cut it. No. Just cut it. No. No, just cut it. Are you enjoying me with my toy? It's very good. Nice piece of technology. And this is so nice. I mean, it follows me all the way. Yeah. Ooh. اینجا شما بکنیم. این پلاستیکش رو پلاستیک رو روش سوار کردم که چون زیرش حالت ابری داشت و
این پلاستیک رو روش سوار میکنیم که وقتی سوار صورت میشه حالا چربی صورت اینا نره دیگه در واقع آلوده نکنه قسمت ابرشون قسمت اون فومیشو ابری که ترکیشه ترکیشو پر کردم بنازم. خب میریم که خود دستگاه رو روشن بکنیم. دستگاه پاور باتنش یا دستگاه دکمه روشن خاموشش اینجاست. زمینیم روشن میشه، یه نیاز به چیز داره؟ نه روشن نشد. بسی بزنم به شارژ، میزنمش به شارژ. بعد از یه مدت که دیگه شارژ شد دوباره ادامه داستان رو انجام میدیم. تا اون مدت هم تا اون موقع هم سعی میکنم ببینم آپشن هایی که داره چیا طبق دفترچه که داره البته. بعد ادامه داستان رو دیگه انجام میدیم و با دوستان که اینجا هم هستن این رو استفاده میکنیم، ببینیم از هر کدوم یه ریویوی داشته باشیم، ببینیم چه شکلیه، خوششون میاد. نه You see I have something for the videos but not as much as you. Go away. And we have this folk here who I'm a beggar. I beg for money. Eating every time, every second is her life. She's appreciated for it. Mm. Wow, you're very thin. Sarah, do you have a little bit of flour? I want this. I really want this. All right. All right. One, two, three, go. Let's go! Put your ass! Okay, because I'm the photographer. Okay, we already have a photographer. I don't have a videographer. Yeah. You didn't bring one for us. He's still it's not okay. giving it to me. He's starting to okay. It's okay. این هم فضای کوزی ها به قول دانمارکی ها هوگلیت خونه ما دانمارکی این شکلی با نور کم سعی میکنن حتی خونه های دیگر هم اگه نگاه کنید مثلا نگاه کنید خونه بغلی رو اون هم همین شکلی خونه که نور زیاد داشته باشه توی دانمارک تقریبا پیدا نمیشه. قضیهش هم همین اینه که اینجوری باش حال اینجوری حال میکنن به عبارتی. What are you doing? You're getting more wine, okay? See? Magic. Okay. Alcoholic good. Tricks, that's what I'm saying. Huh. Okay. And then if you're at a festival, you empty one of these every day and you can take it out of the box and use it as a pillow at night. Hack. Wow. Yeah, I'm telling you. Wow. I'm telling that you. That was a good one. So we're up to get the second part of unboxing this little toy that I bought. Oh really? Which one? Which yeah, one? This one. Whoa, looks so cool. Yeah, and you know what? I've charged it, so it's completely ready to use. Perfect. Yeah. 3, 2, and 1. Okay. خب دوستان شارژش کردم، قسمت لاستیکی هم رابر لاستیکی هم روش سوار کردم و الان آماده و حاضر اپلیکیشنش هم روش اینستال کردم چون واسه اینکه با هم دیگه کانکت بشن نیاز به اپلیکیشن داشت. اون اپلیکیشن هم اینستال کردم، الان میریم که وصلش بکنم روی سرم و ببینم چیا توش هست. الان متاسفانه چون اپلیکیشن کاملا یعنی چیزی رو استفاده نمی‌کنم، شما نمیتونم توی گوشی اسکرین ریکورد بکنم و بغل ویدیو بذارم که شما ببینید چی دارم اون تو میبینم، ولی توضیح میدم و در ادامه وقتی بازی رو یا یه چیزی رو دارم باش نگاه میکنم سعی میکنم اسکرین ویدیو بکنم از طریق گوشی که شما ببینین من هم داخل این چی دارم میبینم. اینو بذارم سرم. خب یه صفحه کاملا سفید میبینم که داره میگه که این دسته ها رو از اینجا نمیدونم حالا اینجا دیده میشه نه اینجا یه چیزای سیاه اینو درش بیارم الان این قسمت های سیاه رو که اگه میبینید yes thank you چقدر سفته اوکی خب این هم از این وای فای رو هم وصل کردیم و کانکت شد میریم ادامه داستان. جالبه که وای فای با این کانکت میشد و الان سیفتی گارد. آها یه چیز خیلی مهم که یادم رفت اینجا من دارم صدا رو میشنوم، چیزی که شاید شما صدا رو نشنوین الان. اینجا دوتا چیز هست، اسپیکر هستش که نزدیک گوشمه،
بالاتر که میارم صداش کمتر میشه. دو تا الان اسپیکر اینجا هستش، یکی این طرف یکی هم اینجا. البته میتونین از طریق بلوتوث، مثلا اگر ایرپاد دارین یا هر چیزی که با بلوتوث کار بکنه میتونین داخل گوشتون بذارین از اونم استفاده کنین، ولی خب خیلی کیفیتش خوبه. خب داره همه چیزایی که لازمه رو توضیح میده. بذار ببینم میشه اسکیپش کرد یا نه. ولی این هندلاشون مثلا اینجا زیاد چی میگن خوش دست نیست. اینها رو هم میتونیم، این لنزا رو هم از اینجا میگه که میتونیم این لنزا رو یه خورده در واقع ادجاست بکنی شکلی متناسب به فاصله مردمک که شما دارین، فاصله چشمی که دارین، میتونی این دوتا رو چیز بکنی، نزدیک و دور بکنی. حالا من نزدیکش بکنم شاید بهتر دیدم. و خیلی جالبه الان اینا رو که گذاشتم روی میز، موقعیت اینا رو هم داخل چیز دارم میبینم، داخل این عدسی ها دارم میبینم. این هم بذارین ادجاستش بکنم که صورت هم قشنگ کامل بید. زیر در واقع چیز هدست یه علامت مثبت و منفی می‌بینیم، برای اینکه صداشو کم و زیاد بکنین. اگه اینجا هم بهتر میتونم بهتون نشون بدم، اسپیکرها یکیش اینجاست و یکیش هم این قسمت. الان صدای هیچ صدای شنیده نمیشه، ولی وقتی اینو من روی گوشم میذارم کاملا صدای واضح و خیلی تر و تمیز و شفافی رو میشنوم. تا الانش که من هیچ پوان منفی به این نمیدم، یه خورده فقط سنگینه، یه خورده فکر میکنم در دراز مدت اذیت بکنه گردن رو. The sound quality is amazing and the resolution is very nice. Okay, so far so good. But it's turned off and now it's on again. That's because it's restarting because okay. of that update. Update, yeah. It's perfect. Yeah, I can see it's downloading something. So the next thing almost that we're gonna try is this one on her. Almost there, yes. Your turn now. My turn now. Okay. So we're gonna try and install the spacer for the glasses. And comes with this little pictogram. It should be fairly easy to work with. Should take the rubber lining off. نحوه صحیح وصل کردن اسپیسر، نصب کردن اسپیسر رو که حالا خیلی دنبالش گشتیم همونجور که دیدین، بعد 15 دقیقه نهایتاً این شکلیه که این اسپیسر واسه افراد عینکی، حالا بخوام توضیح اول داده بشم در موردش، افرادی هستن که عینکی هستن، برای اینکه عینکشون به لنز داخل دستگاه نخوره، هدست نخوره، این اسپیسر بایستی حتما نصب بشه تا اون فضای لازم برای عینک رو ایجاد بکنه. و نحوه نصبش این شکلیه که اول از قسمت در واقع چی میگن نازال یا همون قسمت بینی هدست شما اینو در میارین، بعد از قسمت بالا بایستی در واقع این شکلی یه خود فشار بدین و درش بیارین. این شکلی خود سفت در میاد، نگران هم نباشین نمیشکنه از اون بابت. این شکلی بایستی اینجاش رو یه خورده فشار بدین و بالا بکشین. بعد این قسمت از قسمت داخلی سوار در واقع این میشه، بدنه میشه و شما دوباره اون رو جا میندازین سر روی دستگاه هدست.
Can you see everything? Definitely. Continue. I have a floor plan now. I see you in grayscale. I see. Can you see me? I do. How can you see me? What am I pointing to you at? Two fingers. It's like a gray, black and white thing. Okay. And I have the controls in front of me. Actually, they're switched. So can you see obstacles? For instance, like this. What is this? Yeah, that's... What's the shape? I have a menu in front of me, so I can't. What about this? Yeah, I see that's the candle. Definitely. Okay. So I have like a moving menu in front of me. I have, of course, my indicators that indicate that this is the left one, this is the right one. I have little pointers, so I can point. I confirm, I define my playing area. There's a little bit of lag in the feedback, so everything's a little bit delayed, but I can definitely see everything. So point your controller at the floor, press and hold the trigger to draw. How much space of movement they have. It's quite limited here, actually. So I'm trying to, this is like, I'm graffitiing how much space I have. Yeah, okay. And now I've made like a circle, well, not a circle, a square, and I'm inside the square. Confirm stationary boundary. So let's say I can stay here, confirm, and now I'm gone. You're gone? I'm gone, I can't see nothing. Ooh, but this, the audio is amazing. It's quite good. Yeah, exactly. What about the resolution of the screen? I mean, it's choppy, but that's just because of the animation style. Okay. The colors are very bright. I feel like there's a super good payback there. So are they sharp? What? Are colors sharp? Yes, definitely. Very vibrant. And the edges are really well defined. And I'm not quite, there's a little bit of fallout, and I'm not quite sure if it's because I'm wearing glasses, that there's a little bit of double rendition. But I think if I move very quickly, there's a little bit of tailing on the on the rendition. Okay. If I'm speaking too loud, it's because there's a lot of audio. No, it's okay. All right. It's a really so nice. There is a tailing pictures, you mean? It's not a tail, it's just like a little... Delay. A little bit unclear in the edges, maybe. I'm in the simulation now, hardcore. It's asking me to sort of... interact with the controllers. Can you see your hands? I have hands now that are just virtual hands, you mean? Virtual hands. Yeah, okay. Middle finger and hold it down. To point, keep squeezing the grip and just lift your index finger. Now use your index finger to push the button in front of you. That's so freaky. She's asking me to push buttons. که الان تو تلویزیون میبینین چیزی که ایشون دارن میبینن تو دستگاه وی آر. طریق گوشی وی آر، دستگاه وی آر، هدست بس میشه به یعنی گوشی بس میشه به هدست و من گوشی رو هم انتقال دادم به تلویزیون. یعنی ما هم اینجا که نشستیم، دوستانی که اینجا نشسته هر گروه دارا کیف میکنن، اونا هم میبینن اینجا چه خبره اون تو. Can you see what I'm doing right now? Yeah, definitely. And you're Here, super I'm bad at it. Exactly. Jurassic Park. No. I wanna get scared a little.
فضای وی آر هستیم. چیزی که الان شما دور بر من به صورت بک‌گراند دارید می‌بینید، بک‌گراند فضای وی آر هست یا حالت خونه طور درست کردم و این حالت با این شکل شمایل که شما هم با من دارین توی تلویزیون می‌بینید. من وی آر رو از طریق اپلیکیشن توی گوشی وصل کردم به هم دیگه و در واقع صفحه نمایش گوشی رو هم انتقال دادم به تلویزیون. الان خب اولین چیزی که مشخصه این میز کاره که من میتونم با این جا به جاش بکنم و هر قسمتی که میخوام. بعد اولین موضوع اولین آیکون و آیکون اپلیکیشن ها هستش که شما میتونین اپلیکیشن هایی که دارین رو چیز کردین اینستال کردین بهشون دسترسی داشته باشین. از اکسپلور میتونین دنبالشون بگردین، از استور میتونین بخرین و از قسمت براوزر دوباره میتونین دسترسی داشته باشین به اینترنت این شکلی. موضوع بعدی حالا ایونت و این حرفا. بعد تیوی هستش که شما میتونین به تلویزیون هم به صورت وی آر و سه بعدی با دستگاه وی آر به صورت سه بعدی نگاه بکنین. خب اپلیکیشن رو میبندیم میریم سمت شیوینگ. شما سه تا آپشن دارید اینجا. میتونین همون چیزی که میبینین رو ریکورد بکنین، همون کاری که الان من دارم. البته نه اینه، میتونین از صفحه که دارین میبینین ریکورد بکنین، ریکورد داشته باشین. حتی میتونین چون میکروفون هم داره میتونین صداتون رو هم ضبط بکنین. میتونین از صحنه هایی که دارین میبینین عکس بگیرین از طریق در واقع خود دستگاه خود هدست وی آر و یا کستینگ رو انجام بدین که الان من دارم همین کار رو انجام میدم. در واقع از طریق چیز اپلیکیشن داخل موبایل من صحنه ها رو انتقال دادم به، یعنی شما هم همون صحنه که من دارم میبینم رو میبینیم و از طریق خود اپلیکیشن هم زدم که ریکورد بکنه و صحنه ها رو با هم دیگه اون صحنه ها رو ضبط بکنم که بتونم با شما در واقع به اشتراک بذارم. موضوع بعدی استور هست که میتونید از طریق این آیکون اپلیکیشن های مختلفی رو در واقع خریداری بکنیم. از قسمت اکسپلور هم صورت حالا در واقع میشه گفت داشبورد کاری واسه وی آر. از طریق اکسپلور هم شما میتونید به قسمت های مختلف وی آر دسترسی داشته باشید. از طریق نوتیفیکیشن های مختلفه، حتی خود اپلیکیشن ها حالا قسمت همشون یکی اینجان یا اپلیکیشن ها یا سوشل مدیا که بایستی حتما چیز بکنین، لینکش بکنین، سینکش بکنین به دستگاه وی آرتون، هدست وی آرتون تا بتونه نوتیفیکیشن هاشو بیاره. حتی میتونین نوتیفیکیشن هایی که به گوشیتون میاد هم از طریق سینک کردن این دوتا با هم دیگه از سر ستاپشون به اونها نوتیفیکیشناتون رو توی وی آر ببینید. از قسمت استور هم وارد نوتیفیکیشن یا خود دستگاه هم میتونید نوتیفیکیشن داشته باشید. این هم قسمت پروفایل هست و نهایتا میرسید به ستینگ. صدا و نور و این حرفا رو میتونید تنظیم بکنید و یه موضوع خیلی مهمتر قسمت گاردین. شما دو نوع میتونین قبل از اینکه شما شروع بکنید به کار با دستگاه وی آر ازتون میخواد که تنظیم بکنید یه منطقه رو واسه اینکه کار داشته کار بتونید باش در واقع با دستگاه وی آرتون بازی بکنید یا کار بکنید یا هر کار دیگه ای که میخواد انجام بدین، ولی بایستی یه منطقه سیف زونی رو واسه دستگاه معرفی کنید. این دستگاه سیف زون، این منطقه ام از این بود خیلی اهمیت داره که شما با وسایل دیگه برخورد نکنید و در واقع به خودتون و وسایل آسیب نزنید. و دو حالت بیشتر نداره، اینکه سر پا بایستین رو کار بکنید با این دستگاه یا اینکه نشسته این کار رو انجام بدید که استشنری واسه هم حالت نشسته است و رومسکیل واسه حالت سر پا.
اشاره بهش بکنم، حالا شما قسمت هایی از گیم رو دیدین، استفاده از فضای وب هستش. همونجور که عرض کردم از طریق این شما میتونید وارد فضای وب بشین. مثلا من وارد میشم از طریق براوزر، میتونم هر سایتی که بخوام، مثلا یاهو رو سرچ میکنیم. شما میتونید دسترسی داشته باشید به فضای وب و از این دوباره وارد بشم ببندم و هر سایت دیگه که بخواید، اینستاگرامتون، فیسبوکتون، یوتیوب و هر جای دیگه. خب ولی اینجا یوتیوب که الان شما میبینید فضای یوتیوب معمولی هستش، ولی شما از قسمت یوتیوب وی آر، اپلیکیشن یوتیوب وی آر وارد فضا میشن. شما میتونید از طریق این اپلیکیشن، از این قسمت وارد به ویدیوهایی بشین که حالت 360 درجه دارن و میتونید از البته داخل یوتیوب و به ویدیوها نگاه بکنید. حالا من یکیشو امتحان میکنم با هم دیگه چک بکنیم یک بار. ویدیو جالب چی میتونه باشه؟ مثلا اینجا انتخاب میکنیم. این یه تیکه ای از کلیپ 360 درجه توی یوتیوب بود. شما ما هم با من دیدین، برمیگردیم دوباره عقب. بعد دیدن فیلم الان من نمیتونم وارد بشم، چون موقعی که وارد اپلیکیشن نتفلیکس میشم دیگه کستینگ را یا اون اسکرین ریکوردینگ رو دیگه قطع میکنه. ولی شما از طریق مثلا اپلیکیشن نتفلیکس اگر عضویت داشته باشید میتونید فیلم رو هم با این اپلیکیشن، با از طریق این اپلیکیشن، از طریق این گجت بشین و فیلمتون رو هم به صورت 360 درجه ببینید. خب اینها ویدیوهایی بودن از در واقع آنباکسینگ و استفاده از این دستگاه. ولی یه چند تا مورد دیگه هم بود که میخوام در موردش اشاره بکنم. بعد از یکی دو روز از استفاده از این دستگاه متاسفانه دو سه تا معایب داشت که یکیشون که از همه بیشتر اذیت هم کرد وزنش و فشارش روی قسمت بود که نمیشد زیاد ازش استفاده کرد و بعد یه مدت گردن درد و فشار توی نواحی باعث میشد که دیگه کلافه بشم و درش بیارم. مورد دوم توی بعضی از محیط ها مثل محیط، مخصوصا محیط های بازی، بعد از 10 دقیقه استفاده کردن ازشون، مخصوصا محیط هایی که قرار زیاد بالا پایین بشه، حس خلا قرار بهمون القا بشه، حالت تهوع به من دست میداد و این هم یه موضوع دیگه بود که میخواستم بهش اشاره بکنم. و نهایتا اینکه حاشیه های لنز وقتی بهشون دقت میکردین، وقتی مثلا توی محیط وی آر هستین، وقتی با گوشه چشمتون به حاشیه‌ها دارین نگاه می‌کنین، رزولوشن و کیفیت تصویر اون قسمت‌ها پایین هستش و این هم یه موضوعی بود که به نظرم زیاد جالب نبود. در کل تکنولوژی جدیدی هستش و روزهای اول خیلی جذاب به نظر میرسه، خیلی آدم رو به خودش جذب می‌کنه در استفاده از محیط‌های مختلف، بازی، اینترنت و فیلم نگاه کردن، ولی در طول زمان از اونجایی که اولا همونجور که عرض کردم به خاطر این 3-4 تا مشکل و اینکه اپلیکیشن هایی که در ارتباط با این گجت ساخته شدن زیاد اپلیکیشن های پیشرفته و در واقع
تحول یافته تری نیستن و تعدادشون هم زیاد نیست، دیگه بعد یه مدتی اون جذابیتش رو از دست میده متاسفانه، که در واقع میشه گفت جزء معایب بشه. خب اینا تمام موضوعاتی بود که حالا در مورد این گجت وی آر به نظرم میرسید که با شما شیر بکنم. طبق روال همیشه یه ویدیوم هم از اینکه در واقع افتخار میدید و کانال من رو سابسکرایب میکنید متشکرم. اگر از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه ممنون میشم که لایکش بکنید. تا دیدار دیگر، خداحافظ.